روز گذشته در پایان سفر دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران، گروسی از یک توافق دو جانبه با رژیم خبر داد و اینکه متاسفانه پروتکل الحاقی لغو می شود. اما از طرفی صبح امروز مجلس ارتجاع وضعیتش بحرانی شد و موضوع بررسی لایحه بودجه کنار گذاشته شد و اعضای مجلس با شدیدترین الفاظ به توافق دولت و آژانس اتمی حمله کردند و در نهایت هم بیانیه‌ای با 221 رأی موافق از 239 عضو حاضر تصویب کردند که اقدام دولت رو تخلف عنوان کنند و پرونده رو به قوه قضاییه رژیم ارجاع دادند. اما اگر پروتکل الحاقی متوقف میشه، چرا شاهد چنین واکنشی در مجلس هستیم؟ چه اتفاقی افتاده که از شب گذشته تا همین الان در رژیم اینقدر آشوب به پا شده؟ برای بررسی این موضوع میثم ناهید همراه ما هست. تشکر میکنم از شما. همینطور که به همین موضوع من تو مقدمه کوتاه اشاره کردم، مگر توافق دولت روحانی با آژانس اتمی بر توقف به اصطلاح پروتکل الحاقی تاکید نکرده، بنابراین پس چی شده که مجلس چنین موضعی رو گرفته با توجه به این موضوع؟ خب بیاین یک نگاهی بکنیم مثلا به کل پروسه‌ای که طی شد، خیلی کوتاه و اجمالی. در آذر ماه بود که مجلس ارتجاع مصوبه طرح چیز رو تصویب کرد، اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها، و تبدیل شد به یک مصوبه که جوهر و ماده این مصوبه این بود که تا 3 ماه اگر طرفای غربی تمامی تحریم ها رو لغو کردن که کردن، این تحریم هم شامل تحریم های قبلی و تحریم های دوره ترامپ و بعد حتی عراقچی توضیح داد مشمول اون تحریم هایی که برچستش حتی عوض شده، یعنی تمامی تحریم ها اگر کردن خب هیچی، برمیگردیم به شرایط قبلی. اگر نکردن بر اساس این قانون یک سری اقدامات دولت باید انجام بده که محوری ترین و کلیدی ترین اون توقف پروتکل الحاقی بود و تصریح شده در این قانون مصوبه مجلس، توقف تمامی بازرسی ها. بله. خب وقتی میگن پروتکل الحاقی، اصلا خود پروتکل الحاقی یعنی بازرسی های سرزده، سه جدایی نیست، جوهر و مادهشه. خود پروتکل الحاقی ضامن و عامل اجرایی NPT، یعنی منع گسترش سلاح هسته‌ای، و مادهش هم همون پادمانه، یعنی بازرسی های سرزده. توقف پروتکل الحاقی یعنی ببین بازرسی های سرزده و همه بازرسی ها متوقف. درست. خب الان وقتی که 3 اسفند سرآمد این ضرب العجل بود، که البته دولت کرد 5 اسفند، خب در آسانش آقای گروسی رفت تهران دیروز، که دیشب برگشت در پای همون هواپیما کنفرانس مطبوعاتی گذاشت، تو تهران با ظریف و صالحی گفتگو کردن و قرارمداراشون رو گذاشتن. نتیجهش رو در کنفرانس مطبوعاتی بلافاصله بعد از رسیدن به وین گفت، که من اینو از سایت خود آژانس انرژی اتمی آوردم بخشایش ترجمهش. حرفای گروسیه، میگه که در مرحله اول توافق کردیم که رژیم ایران به اجرای توافقات پادمان بدون هیچ محدودیت ادامه دهد، یعنی بازرسی ها بدون هیچ محدودیتی ادامه داشته باشه. سرزده هر بازرسی، هر بازرسی. که اصلا پادمان یعنی بازرسی سرزده اساسش. در مرحله دوم ما یک توافق دو جانبه و فنی رسیدیم که مطابق آن آژانس پس از لغو پروتکل الحاقی توسط رژیم ایران بتواند به فعالیت‌های مربوط به راستی آزمایی‌های ضروری برای 3 ماه ادامه دهد. راستی آزمایی ضروری یعنی چی؟ یعنی همون بازرسی‌های سرزده. پس نیا کنید ماده و جوهر توافقی که گروسی با رژیم کرده اینه که در ظاهر میگن پروتکل الحاقی لغو، یعنی پوستش رو وردار، اما جوهر و مادهش که بازرسی سرزده میمونه. و خود گروسی هم تاکید میکنه، میگه که با وجود اینکه پروتکل الحاقی لغو میشود، اما اجازه داریم این دوره را، یعنی 3 ماه را، بدون از دست دادن نظارت ها، یعنی بازرسی ها، و راستی آزمایی ضروری، بازرسی های سرزده، بگذرانیم. پس نیا کنید بعدم میگه بخشید آنچه که تغییر میکند نوع فعالیت برخی از کارهاست، اما در زمینه تعداد بازرسانش تغییری انجام نمیگیرد. میگه حتی تعداد بازرسان تغییری نمیکنه،
در حالی که خب مجلس ارتجاع گفته بود، اون نیکبین و فراهانی گفته بودن که اصلا بازرسا که میگفتن حتی جاسوسان آژانس رو بعد اخراج کنید. پس ببینید الان اتفاقی که دیروز افتاده اینه که اینا اومدن اسم پروتکل الحاقی رو منتفی کردن، یعنی میکنن از فردا پوستش رو برداشتن، اما عملش که بازرسی سرزده است عقب نشینی کرده رژیم، پذیرفته باشه تا 3 ماه آینده. بعدم چرا 3 ماه؟ این داستان 3 ماه چیه؟ خود آقای گروسی توضیح میده، میگه من فکر میکنم این درک و فهم فنی این کار را محقق میکند تا در این 3 ماه سایر مشاوره های سیاسی در سطوح دیگر انجام شود. کدوم مشاوره های سیاسی در سطوح دیگر؟ یعنی خارج از توامندی من، خوشم میگه، میگه در صلاحیت من نیست. یعنی همون توافقات و مذاکرات بر سر برجام جدید. چرا برجام جدید؟ چون اگه برجام قدیم بود، برجام 2015 بود که خب اصلا مذاکره نمیخواست، قبلا سال 2015 به همه توافقات رسیده بودن، مدون شده بود. وقتی مذاکره جدیده یعنی توافقات جدید، و مقامات آمریکا هم تاکید کردن که ما فقط در صورتی حاضریم لغو تحریم‌ها رو اعمال کنیم که اول رژیم برگرده به تمامی تعهداتش، بعد تازه میخوایم اینو سکویی کنیم برای وارد کردن موضوعات موشکی و منطقه‌ای. بنابراین این یک عقب نشینی ذلت‌بار از سوی رژیمه، اما برای اینکه خیلی دیگه تو سریشون در علن بارز نباشه، اسمن میگم پروتکل الحاقی رو لغو کردیم، اما بازرسی همه سر جاشه بر اساس همین توافقی که آقای گروسی اعلام کرد. بله، حالا ببینید این خامنه‌ای خودش این مصوبه مجلس رو قبلا مورد تایید قرار داده بود. بله. این توافقی که الان بین گروسی و دولت به اصطلاح رژیم، اون جناح مربوط به دولت انجام گرفت، چرا خود خامنه‌ای الان وارد نشد که جلوی این توافقو بگیره؟ خیلی ساده، چون خودش پشتشه. ببینید این موضوع با این همه کش و قوس، اونم بر سر موضوع اتمی و آژانس و اینا، از موضوعات راهبردی رژیمه. موضوعات راهبردی هم بر اساس اصل 110 قانون اساسی رژیم ماده اولش در اختیار ولی فقیهه، یعنی خامنه‌ای باید تعیین تکلیف بکنه، بنابراین خودش پشتشه و از اون واضح تر. همین امروز که دیدیم در مجلس ارتجاع چه بحران ایجاد شد. بحران برای چی ایجاد شد؟ به خاطر همین داستان. میگفتن که اگه اینا دولت توافقی کرده بود که مثلا پروتکل الحاقی منتفی و بازرسی ها هم منتفی، که خب حرفی نبود، همین مصوبه مجلس بود. اینا که به دولت بودن خائن و خیانت کردی و شروع کردن امضاگیری و بیانیه صادر کردن به قضاییه که آقا اینو لغو کن و روحانی و دولتش مجرمن، حرفشون اینه تو به بازرسا، به آژانس اجازه بازرسی رو دادی، همین بحث کردن کردی. خب الان بر سر همین موضوع خود خامنه‌ای چون پشتش هست، وسط همین گیرودار و شقب و آشوب در مجلس ارتجاع، یک دفعه نامه عباس آخوندی وزیر پیشین دولت روحانی منتشر شد به مجلس ارتجاع که خطاب به اونا نوشته بود، جوهرش این بود، گفت ببینید در شرایط ویژه و بحرانی هستیم، در سخت‌ترین شرایط از نظر بین‌المللی هستیم. میگفت تعامل و کار با دولت بایدن بسیار سخت‌تر از کار با دولت ترامپ، اوضاعمون پیچیده‌تره و میگفتش که مهلت بسیار محدودی هم داریم و معلوم نیست بعد چی میشه. همه این شرایط رژیم رو گفته بود و بعد نتیجه گرفته بود، گفته بود ببینید بذارین دولت کارشو بکنه، و این کاری که دولت داره میکنه، همین توافقی که با گروسی کرده، با آژانس کرده، زیر نظر شورای عالی امنیت و تحت راهبری شخص خامنه‌ای، نامه رسمیش هست، منتشر هم شده امروز. بله. خودش که خامنه‌ای پشتش هست. و بعد هم همین امروز بعد از ظهر دیدیم که بخشایی از صحبت‌های خامنه‌ای با خبرگان ارتجاع رو که امروز جلسه داشت منتشر کردن، که به صراحت اون گفته بود، فقط هم 1.5 دقیقه‌ش رو پخش کردن که عطف به همین موضوع بود. گفت بود من شنیدم امروز بین مجلس و دولت خلاصه مشاجره شده، گفت بود این کارا رو نکنید، تفاهم داشته باشید، و این قانون، یعنی قانون مجلس، قانون خوبیه و دولت هم پذیرفته این قانونو، و مجلس هم خلاصه دیگه کاری نکنه. یعنی عملا تلویحا دفاع کرد از اقدام دولت، دنیت همین توافق، و گفت ساکت باشین.
گفت اگه این کار نکنید دو صدایی میشه. پس معنای این حرفا چیه؟ شخص خامنه‌ای پشت این داستانه. و خیلی کوتاه می‌خوایم تمام این داستان رو جمع بزنیم. ببینید رژیم در تنگنا، در بنبست، چون داشت دیگه خفه میشد از نظر اقتصادی، از نظر انزوای جهانی، وقتی تغییر دولت رو در آمریکا دید هول شد، دست پاچه شد و چون راه دیگه نداشت برای اینکه موضوع خودش رو اغنه کنه، اومد یک سری اقدامات کرد، از جمله همین مصوبه مجلس که اولتیماتوم گذاشت برای توقف پروتکل الحاقی و بازرسی ها. اما طرف مقابل آخه در تعادل قوا رژیم اینقدر ضعیف و تو سری خورده است، اصلا وقی بهش نذاشت، اصلا محلش نذاشته، نه تنها تحریمی لغو نکرده، بلکه همین امروز همین عباس آخوندی گفتش که بعد از اجلاس مونیخ کمه انتظارشم بایدن بازگشت برجام و لغو تحریم‌ها رو اعمال کنه، دیدن خبری نشد، اصلا محلی هم بایدن نذاشت و همه اونا ناامید شدن. طرف مقابلم گفته که اصلا محل نه تنها محل نذاشت، بلکه من فقط با 5 به اضافه یک تعامل میکنم. بنابراین در این تعادل نه تنها این اقدامات رژیم تضادی ازش حل نکرده، بلکه خب الان سرآمدش رسیده، بله. میبینن مجبورن خودشون عقب نشینی کنن و عقب نشینی کردن، چون اگه نکنن پیامده بعدیشونو داره. پیامده بعدیش چیه؟ همون که بازگشت تحریم‌های شورای امنیت، رفتن زیر بند هفت منشور ملل متحد. بله. خب الان خود خامنه‌ای مجبور شده بیاد یه مانوری بکنه، شعبده‌ای بکنه، بگه پروتکل الحاقی رو برمی‌داریم، اما عملش باز سرزده سر جاش هست. هست. خیلی متشکرم از شرکتتون در برنامه‌مون و این توضیحاتی که دادید. بینندگان عزیز، برنامه تیک تاک رو ادامه میدیم. خشم و انزجار کاربران نسبت به وضعیت سخت هموطنان زلزله زدمون در سیسخت یکی از اصلی ترین موضوعاتیه که فضای مجازی رو به خودش اختصاص داده. با هم به گوشه ای از نظرات کاربران در مورد این موضوع توجه میکنیم. سلام میکنم به شما و گزارشتون رو میبینم. من هم سلام میکنم به شما و درود به همه عزیزانی که با ما همراه هستند. در بین سانسور خبری شدید راجع به زلزله سیسخت، کاربران در فضای مجازی تلاش کردن که با انتشار فیلم و عکس هایی از واقعیت های سیسخت و حرف دل مردم بخش ناگفته این فاجعه رو بیان بکنم. کاربری با انتشار عکس دردناکی نوشته: زمین نلرز، اینجا ایران است. اینجا دل مردمانش هر روز می‌لرزد. تو دیگر نلرز. کاربری دیگه فیلم تکون دهنده‌ای رو از یکی از مجروحین این حادثه منتشر کرده که همچنان بدون هیچ کمک رسانی در وضعیت وخیمی به سر می‌برد. مردم توی سرمای شدید فقط با روشن کردن آتش میتونن خودشون رو مقداری گرم بکنن و تعداد زیادی از خونه های این شهرستان تخریب شدن. فیلم دیگری هست از صحبت هایی که دیگر از هموطنان هم قضیه که کلم ببینید، ولی واقعا آن نونو با سوده کی بزنه؟ سوده کناهات بزنه؟ سوده کی بزنه که؟ و سرد یخ بندونه، وای به احوالی که شو با بود، هیچ وسیله گرمایشی نداره. کاربر دیگه هم نقل قول دردناکی رو از هموطنانمون در این شهر یادآوری کرده و گفته که تخترین حرف سیسختی ها: اگر مرده بودیم همه خبردار شده بودند، ما فقط نمردیم. خانواده 3000 نفر بین 10% تا 100% تخریب شده، زیر چادر در منفی 3 و 4 درجه گیر افتادن. خونه هاشون قابل سکونت نیست، کسی هم سراغشون نمیره، دارن زیر برف بی کسی، محرومیت و کرونا دفن میشن. کاربر دیگه هم از تبعیض های حکومتی در تلارسانی نوشته و گفته که صدا و سیمای ملی مثل همیشه سعی در بایکوت حوادث لرستانات رو داره و گفته خسارات زلزله سیسخت جزئی بودن، در حالی که خونه های زیادی ویران شدن و مردم توی این سرما آواره کوچه و خیابون هستن، هنوز خبری از نیروهای امدادی نیست. کاربر دیگه هم به علت اصلی همه این ویرانی ها اشاره کرده و نوشته:
سی سخت و سرما و زمین لرزه. اما بدتر از همه حکومتی که نمیتونه کاری کنه چون زیادی فاسده. و کاربر دیگه با انتشار فیلمی از شبهای سرد سی سخت به خشم مردم اشاره کرده و نوشته خامنه ی جلاد بترس از اون روزی که آتشی که این سی سختی های بیپناه روشن کردند به زودی دامان رژیمت رو در تمامی شهرهای ایران خواهد گرفت. بله بترسید بترسید، ما همه با هم هستیم، ملت بیشکستیم. و کاربر دیگه هم به وضعیت بحرانی هموطنانمون که در محاصره سرما و زلزله و کرونا هستند و شعله گرفتن آتش خشم اونها اشاره کرده و نوشته آرزوی شفای عاجل برای هموطنانی که در بحبوحه کرونا درگیر زلزله هم شدند. این واقعیت این است که این حکومت از هر بلایی که سر مردم بیاید استقبال می‌کند تا هرچه بیشتر مردم درگیر مشکلات روزمره باشند و به سرنگونی فکر نکنند. اما این فشارها و مصیبت‌ها همگی سوخت قیامی است که بیشک قیام سرنگونی است و رژیم ضربه رو نهایتاً از جایی و از کسانی می‌خوره که انتظارش رو نداره. امیدوارم که این گزارش مورد توجه شما قرار گرفته باشه. همکارانم هم در سایر بخش‌های تیک تاک با شما هستن. داستان برجام در حال حاضر به مشکل جدی برای حاکمیت آخوندی تبدیل شده. تا اونجا که کارشناسان و حکومتی میگن برجام گره کوهیه که هر روز داره کورتر میشه. مخصوصا با خط نشونایی که رژیم میکشه و بی‌اعتنایی طرف حساب‌ها به این گرد و خاکای پوشالی به نظر میرسه که تمامیت رژیم در یک دوراهی مرگبار گیر افتاده. در آستانه سررسید توقف پروتکل الحاقی، جنگ قدرت در باندهای مافیایی حاکم بالا گرفت. آقای بورل اومده یک ابتکار جدیدی رو به خرج داده، گفته که جلسه غیر رسمی میگذاریم از اعضای فعلی برجام، آمریکا رو هم به عنوان میهمان دعوت میکنیم. ما در حال بررسی پیشنهاد آقای بورل هستیم. بلا فاصله باند مقابل با 226 امضا دست شیخ شیاد را برای معاملات پشت پرده بست. بیانیه‌ای با امضای 226 نفر از همکاران، همه مسئولین نظام از جمله مدیران دولتی موظف هستند که در صورت عدم رفع تحریم ها اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را به صورت کامل از 5 اسفند 99 متوقف و بازرسی های آژانس را صرفاً محدود به نظارت های پادمان نمایند. دعوای قدرت بالا گرفت. جنگی که نشانه بن‌بست و ناتوانی خامنه ای و کارگزارانش است. که آقای بایدن به هیچ وجه نمیخواد که میوه فشار حداکثری آقای ترامپ رو از دست بده. ببینید اون راهبرد فشار حداکثری الان موقع میوه دادنشه. مذاکره کنیم که چی بشود. مذاکره کردیم شد برجام از 92 تا 94. بعد میخوایم مذاکره کنیم. دولت هم میخواییم که یک صدای واحد از حاکمیت صادر بشه. یک کارشناس حکومتی ضمن اعتراف به بن‌بست و سردرگمی نظام گفت در واقع حرف مقام‌های آمریکایی و اروپایی این است که آیا ایران نهایتاً به رفع اختلافات از طریق دیپلماسی تمایلی واقعی دارد یا خیر؟ پاسخ طرف ایرانی تا این لحظه مشخص نیست. گریز از پاسخ صریح چاره‌ساز این مشکل نیست و در میان مدت به وخامت اوضاع دامن می‌زند. با تعجب اینکه ترامپ هم نیست، آقای بایدن اومده. بایدن هم حالا یه چراغ سبزایی داره نشون میده، خودش و اطرافیانش. بنابراین ممکنه که ما بریم به سمت نرمش قهرمانانه. آیا خامنه ای باز هم نرمش قهرمانانه می کند؟ دوستان در پایان تیک تاک از اینکه در این برنامه ما رو همراهی کردید تشکر می کنیم و همه شما رو به خدا می سپاریم. خدا نگهدار شما.